بسم الله الرحمن الرحیم. دعا و ذکرهای اذان. اذکار الاذان یقول مثل ما یقول المؤذن الا فی حی على الصلاة و حی على الفلاح فیقول لا حول ولا قوة الا بالله وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا يقول ذلك عقب تشهد المؤذن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ويدعو لنفسه بين الأذان والإقامة فإن الدعاء حينئذ لا يرد هر آن چرا که مؤذن میگوید شنونده آن را تکرار میکند، مگر در حی علی الصلاه و حی علی الفلاح که در جواب میگوید لا حول ولا قوه الا بالله. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین سنت ها را برای ما به جا گذاشتند و از جمله سنت هایشان این است که شنونده از آن کلمه های آن را با مؤذن تکرار میکند، مگر در گفتن حی علی الصلاه و حی علی الفلاح که در وقت شنیدن این کلمات باید گفت که ولا حول ولا قوه الا بالله. فایده های حدیث. فایده اول، فقط الله سبحانه و تعالی یاری می دهد، قدرت می بخشد و توفیق می دهد. فایده دوم، از آن جز شعار بزرگ اسلام است که شیطان با شنیدن آن می گریزد. فایده سوم، اطاعت نمودن به شعارهای الهی بیانگر تقوای قلب است و من گواهی می دهم که هیچ معبودی بر حق جز الله وجود ندارد، یکتا است و شریک ندارد و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده اوست. من از این که الله پروردگار و محمد پیامبر و اسلام دین من است راضی و خوشنودم. پس از این مؤذن شهادتین را گفت، این ذکر را خوانده شود. یعنی شاید حکمت این کار در این باشد که از آن دارای کلمات است که در برگرنده عقیده توحیدی است، چنانه که آغاز از آن با الله اکبر است، در واقع اعتراف به عظمت الله تعالی و اینکه از همه بزرگترین است می باشد. سپس به اثبات وحدانیت الله سبحانه و تعالی و نفی هر نوع شرک از وی پرداخته که او ذاتاً غنی و بنیاز است. همچنین به اثبات نبوت و اقرار به رسالت محمد صلی الله علیه و سلم می پردازد و بعد از آن به نماز دعوت می کند که دلیل عملی ایمان است و خاصتاً خواندن نماز به طور جماعت در مسجد و نیز دعوت به رستگاری داده می شود که شامل رستگاری دنیا و آخرت است و در پایان با تکبیر و تعظیم الله سبحانه و تعالی و همچنین بیان وحدانیت وی ختم می شود. اگر واقعا انسان این مفاهیم بزرگ را از آن را متوجه شود، قلباً و قالباً به سوی نماز رو خواهد آورد. فایده های حدیث. فایده اول، لازمه رضایت الله سبحانه و تعالی اخلاص در کارها است. دوم، لازمه رضایت به نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی از سنت های قولی و عملی ایشان است. فایده سوم، به شنیدن از آن و تکرار کلمه آن با مؤذن تشویق شده است. فایده چهارم، بعد از پایان اجابت مؤذن به پیامبر صلی الله علیه و سلم درود فرستاده شود.
بعد از اینکه انسان مسلمان با قلب و زبانش کلمه های اذان را با مؤذن تکرار میکند، مستحب است که در پایان به پیامبر صلی الله علیه و سلم درود بفرستد. و بهترین کلمه درود همان درود ابراهیمی است که در پایان تشهد میخونیم. فایده اول، انسان مسلمان وظیفه دار است که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از تمام شدن اذان وسیله بشود، چنانه که در حدیث آمده است. هر کسی که برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواهان وسیله باشد، روز قیامت شامل شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار خواهد گرفت. فایده دوم، برای هر مسلمانی که صدای اذان را میشنود، مستحب است که کلمه های اذان را با مؤذن تکرار نماید. فرق نمی کند که در حالت طهارت باشد یا بی طهارت، مگر اینکه مانعی وجود داشته باشد، مانند اینکه در حال ادای نماز بوده یا در حال همبستری یا مشغول قضای حاجت باشد، مستحب است که بعد زوال مانع پاسخ اذان را بدهد. و انسانی که اذان را می شنود، بعد درود گفتن شود: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفزيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بار إلها، اي پروردگار این ندای کامل، این ندای کامل و نماز برپا شونده و محمد صلی الله علیه و سلم وسیله، مقام والا در بهشت و فضیلت عنایت بفرما و او را به مقام شایسته ای که وعده فرموده ای نائل بگردان، همانا تو خلاف وعده نمیکنی. یعنی این دعا بعد از اذان گفته می شود و اشاره به این آیت که الله تعالی در سوره اسراء آیت 79 فرمود باشد که پروردگارت به تو جایگاهی شایسته ببخشد. بیشتر علما در مورد مقام محمود این است که مراد از آن شفاعت بزرگی روز قیامت است که از الله سبحانه و تعالی می خواهد تا که قضاوت بین بندگان را آغاز نماید. و بعضی علما گفتند مراد از مقام محمود چنگ زدن ایشان به یکی از حلقه های دروازه بهشت است. و بعضی گفتند مراد از آن به دست گرفتن بیرق هم در روز قیامت. و بعضی گفتند لباس مخصوص است. و بعضی اعتقاد بر این است که قرار گرفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم در طرف راست عرش پروردگار است. فایده های حدیث. فایده اول، شفاعت برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، آن هم به اجازه الله سبحانه و تعالی ثابت است. فایده دوم، این حدیث رد است بر کسانی که منکر شفاعت هستند که آن با چند نوع آمده است. فایده سوم، بیان جایگاهی بلند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بنابراین شایسته است که انسان مسلمان از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی نماید تا در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم از چنین مقامی بالا برخوردار گردد. از الله سبحانه و تعالی پرسان آن هستیم که ما را جز پیروان واقعی پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار دهد.